خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز به هشتمین هفته از دوره آموزشی علم اعدادی و دیتا ساینس خوش آمدید. این هفته میخوام راجع به آمار توصیفی یا همون دیسکریپتیو استاتستیک صحبت کنیم و کاربردی که این شاخه توی تحلیل داده ها داره. خب بنده فوزونی هستم، عضو تیم دانشگاه گنبد کاووس و در این تصویر راه ارتباطی با بنده رو میبینید، اون ایمیل بنده و هومپیج شخصیم و هومپیج آکادمیکم و هشتگ این دورم هست دیتا ساینس فوزونی. خب میخوایم وارد رلم آف استاتستیک بشیم، یعنی وارد پادشاهی یا قلمروی استاتستیک بشیم. از آمار بهتون بگم که توی یه پستی هم نوشتم که سایتم راجع به آمارم یکم توضیح دادم. ببینید آمار به نظر من یکی از پرکاربردترین علوم قرن 21 خواهد شد. حالا در سالهای پیش رو خواهم دید که این رشته چقدر کاربردی هست. خب البته اون جنبه کامپیوتیشنال یا اپلایدش، نه چون دو تا شاخه داره، یه پیور یا محض داره، یه اپلاید یا کامپیوتیشنال داره، اون قسمتش بسیار کاربردیه. خب حالا وارد بحث بشیم. ببینید ما همین ابتدای ورود به بحث آمار، اصلا چرا جلسه قبلم یکم راجع به آمار توضیح دادم، اینکه آمار از کجا ما باید اصلا چرا باید آمار بخوریم یا استاتستیک به بسم اللهش کجا هست. و ما یه مثلا فرض کنیم یه چیز داریم مثل پاپیولیشن، یه جمعیت، یه به عنوان مثال میخوایم راجع به بیام راجع به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مثال بیایم یه سری مطالعه انجام بدیم ببینیم که اینها، این دانشجوها چه خصوصیتی دارن. اگه بریم تمام اطلاعات تمام دانشجویان دانشگاه شریف رو داشته باشیم، جمع کنیم، حالا از یه طریقی که معقول هست یا علمی هست، تمام این اطلاعات داشته باشیم، این اطلاعات رو بهش میگن پاپولیشن، یعنی یه کالکشنی از تمام آیتم هایی که تو این مد نظر ما هست. خب اما اگر نتونیم همه اون اطلاعات دانشجویان دانشگاه شریف رو جمع کنیم، فقط بتونیم به یه بخشی از اون اطلاعات دست پیدا کنیم برای آنالیز، به این میگن یه سمپل یا یه نمونه. اینجا هم تو تصویر میبینید نوشته a subset of the population، یعنی یه سابستی میگیریم از اون جمعیت کلی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، بعد با اینا کار میکنیم. از اینجا واژه استاتستیک وارد کار میشه، چون ما کل پاپولیشن رو نداریم، یه بخشش رو گرفتیم مثل رو گوشتیم سمپل، میخوام رو اون کار کنیم، یه سری آنالیزا تجزیه تحلیل ها انجام بدیم و با توجه به خواص این سمپل یه سری اطلاعات کلی راجع به جمعیت یا خصوصیت های بچه های دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به دست بیاریم. خب ببینید اما هر سمپلی خوب نیست. به عنوان مثال شما فرض کنید که هر سمپلی توی تصویر میبینید دو تا کاراکتر یا دو تا ویژگی باید داشته باشه، یکی رندومنس توش حفظ بشه، یعنی تصادفی باشه، یکی رپرزنتیتیونس، یعنی کاملا نمایندگی کنه. یعنی چی نمایندگی کنه؟ یعنی به عنوان مثال شما فرض کنید وارد دانشگاه شریف میشید، نتونید از مجاری قانونی اطلاعات همه این بچه ها رو به دست بیارید، فور اگزمپل، یا به عنوان مثال چیکار میکنید؟ خودتون وارد دانشگاه میشید، میرید از گوشه کنار دانشگاه یه نمونه تصادفی، یه نمونه 100 نفره پیدا میکنید. ببین شما اگر به عنوان مثلا فقط برید تو آمفی‌تئاتر که داره یه فیلم پخش میشه، اونجا یه چند تا دانشجو رو بگیرید، مثلا یه فرم بدید پر کنن، این سمپل شما سمپل خوبی نیست، چون این حالت رپرزنتیتیونس توش لحاظ نشده. یعنی شما نمیتونید فقط با توجه به خصوصیات دانشجوانی که فقط توی آمفی‌تئاترن بیایید خصوصیت کل بچه شریف رو به دست بدید، یعنی باید تو از همه قشر تقریبا تو این سمپل شما باشه. یکی این که شما باید کارتون کاملا رندوم باشه، نمیتونید برید دوباره همین مثال آمفی‌تئاتر رو که زدم، یا در مقابلش میتونید بوفه رو در نظر بگیرید. فرض کنید میرید تو بوفه فقط مثلا به خانم‌هایی که اونجا حضور دارن میرید فرم بدید اونا پر کنن، نه اصلا بحث جنسیت هم نباید داشته باشه، کاملا نمونه تصادفی باشه، یعنی از گوشه کنار از تمام قسمت‌های دانشگاه یه جوری باشه سمپل شما که تمام گروه‌های سنی، گروه‌های جنسی، گروه‌های مثلا ورزشی، گروه‌هایی که خصوصیت خاصی دارن، اینا همه باید توی این
سمپل شما باشن. اگر این دوتا خاصیت باشه، پس یکی رندومنس، یکی رپرزنتیتیونس، این سمپلی که شما میگیرید در لحاظ آماری سمپل درستی هست. خب ببین، اما بحث اساسی اصلی همیشه برای استاتیستیشن ها یا همون آماردان ها اینه که اینا نمیدونن دقیقاً چجوری یه سمپلی پیدا کنن که هم رندوم باشه، هم چی باشه، هم رپرزنتیتیو باشه، یعنی یه جورایی نمایش بده یا نمایندگی کنه کل این جمعیت بچه های شریف رو. به عنوان مثال یه روشی که این شخص میتونه این کار انجام بده اینی که مثلا بر آموزش دانشکده یا دانشگاه ببخشید مراجعه کنه، مثلا بگه من دارم یه همچین تحلیلی، یه همچین مطالعه انجام میدم، بیاد از آموزش دانشگاه لیست تمام دانشجوها رو بگیره، اون وقت از توی اون لیست دقیقا بیاد یه سمپل انتخاب کنه، حالا با توجه به چیزهایی که خودش مد نظر داره. اون دیگه کاملا اون اینجا اون نیازش تقریبا برطرف میشه، بخش عظیمی از مشکلاتش با توجه به وجود اون لیست حل خواهد شد. خب اما ببینید، دو تا چیز در ابتدای ورود به بحث کار با سمپل ها خیلی حائز اهمیت. یک تایپس اف دیتا، یعنی نوع دیتا خیلی مهمه. یکی میجرمنت لول، لولز هست. میجرمنت لول، تایپس اف دیتا یعنی انواع دیتا، یعنی ما رفتیم یه سری سمپل جمع کردیم، یه سری دیتا داریم، یا اصلا سمپل هم جمع نکردیم، رفتیم مثلا برای کارپوریشن یا شرکتی داریم یه کار تحلیلی انجام میدیم، اینا یه سری مثلا اومدن اکسل یه شیت، یه چند تا شیت از اطلاعات یا دیتا ها به ما دادن، چند تا برگه اطلاعات به ما دادن، ما باید دقیقاً بدونیم که مثلا ستون یک، ستون دو، ستون سه، هر کدوم از این ستون ها تایپ دیتا یا نوع دیتاشون چی هست. بحث بعدی میجرمنت لول هست. یعنی میجرمنت لول یعنی ما باید بدونیم که چجوری این دیتا ها چجوری باید سنجیده بشه، کوانتیتیو هست، کوالیتیتیو هست. حالا جلوتر تو اسلاید بعدی راجع به صحبت خواهیم کرد. اما خود تایپ اف دیتا به دو بخش تبدیل می شود. بخش اول کاتگوریکال هست، یعنی داده های کاتگوریکال. بخش دوم نیومریکال یا عددی هست. خود نیومریکال هم به دو بخش دوباره تبدیل می شود، یکی دیسکریت یعنی گسسته، یکی کنتینیوس یعنی پیوسته. خب اینجا هم خیلی خیلی مختصر خلاصه مفید میاد تایپس اف دیتا رو تعریف میکنه. ببین کاتگوریکال، دادای کاتگوریکال مثال میزنم، مثلا کاتگوریکال دیتا ریپرزنت گروپس اور کاتگوری، مثلا به عنوان مثال برند ماشین ها مثل آودی، بی ام دبلیو، مرسدس، اینا مثلا اگه شما توی لیست اینا رو داشته باشی به اینا میگن دادای کاتگوریکال. به عنوان مثال پاسخ به سوال های یس اور نو، یعنی بله و خیر، تو امتحان های دو گزینه، اینا به اینا میگن داده های کاتگوریکال. اما داده های نیومریکال، نیومریکال یعنی داده عددی، یعنی داده هایی که تو کار کردن باهاش، به عنوان مثال میانگین، مود، اینها مفاهیم درستی هست، معنا داره. حالا جلوتر راجع به میانگین و مود صحبت خواهیم کرد. پس داده های عددی نیومریکال دیتا واقعا عدد هستن. و چون ما این، چرا میگم نیومریکال دیتا دادایی هستن که به عنوان مثال میانگین توشون مفهوم داره، چون ما مثلا میتونیم به عنوان یه سری از کاتگوریکال دیتا داریم که واقعا عددن، یعنی شکلشون عدده، ولی این اعدادی که تو دسته کاتگوریکال قرار میگیرن میانگینشون هیچ معنایی نداره، ولی میانگین برای نیومریکال دیتا ها با مسمی هست، معنا داره. خب دادای نیومریکال دو تا بخش تقسیم میشن، یکی discrete and continuous، یعنی هم گسسته هم پیوسته هستن. یه توضیحات خیلی مختصری راجع به numerical data اینجا داده، حالا خودتون بخونید. یه مثالی میزنم از discrete numerical data ها. discrete ها یه خاصیت اصلیشون اینه که این تو اینجا هم نوشته، از اینجا شروع میشه این نشانگر من. discrete data can be usually counted in a finite matter، یعنی discrete data ها معمولا متناهی تعدادشون، اما این فرق اصلی داده های دیسکریت با کانتینیوس اینجا است. پس دیسکریت دیتا ها معمولا اون تعدادشون فاینایته، اما کانتینیوس ها مقدارشون اینفینیته، یعنی نامتناهیه، and impossible to count، یعنی ما نمیتونیم اونها رو بشماریم. به عنوان مثال دو تا از داده دیسکریت، مثلا تعداد بچه ها یا نمره SAT ما و در مقابل اون وزن، قد، زمان،
اینا دادای کانتینیوس هستن. البته زمان یه جوریه که ما میتونیم اونو هم دیسکریت در نظر بگیریم هم کانتینیوس. حالا جلوتر اینها رو خواهیم فهمید. خب اما میجرمنت لول ها به چه صورت هست؟ میجرمنت لول به دو دسته تقسیم میشه، یکی کوالیتیتیو یعنی کیفی و یکی کوانتیتیتیو یعنی کمی. کوالیتیتیو ها خودش رو به دو بخش تبدیل میشن، یکی نومینان ها یکی اوردینان ها، و کوانتیتیتیو ها هم به دو بخش، یکی اینتروال یکی ریشیو. من حقیقتش معنای فارسی اینا رو نومینال اوردینال، اوردینال که میشه ترتیبی، اینتروال میشه بازه، ریشیو هم اینا دقیقا فارسیش رو نمیدونم، همون انگلیسیاش رو داشته باشید شما هم همینو بگید. پس شد چهار تا دو تا خانواده، کوالیتیتیو کوانتیتیتیو، یعنی کوالیتیتیو میشه کمی، کوانتیتیتیو میشه ببخشید کوالیتیتیو میشه کیفی، کوانتیتیتیو میشه کمی، و هر کدوم از اینها به دو بخش تبدیل میشن. پس ما چهار تا میجرمنت لول داریم. خب حالا تو این اسلاید هم خیلی مختصر مفید تعریف اینا رو میبینید. توی کوالیتیتیو ها ببین اینجا بخوایم خیلی ساده اول به نظر مثالاشو ببینیم، مثالاش خیلی گویاتره این که اینا چی هستن. میگه که مثلا مثال از نومینال بخوام بزنیم، به نومینال ها میگه the nominal level represent categories that cannot be put in any order. میگه داده های کوالیتیتیو نومینال یه جوری هم که ما نمیتونیم هیچ اوردری هیچ مرتبه‌ای براشون قائل بشیم. به عنوان مثال چهار تا فصل وینتر اسپرینگ سامر اند اتم، یعنی زمستان بهار تابستان و پاییز، ما نمیتونیم هیچ وقت یه اوردری براش بزنیم بگیم این فصل اوله. خب خیلی ها عشقشون مثلا پاییز عشقشون میتونن بگن پاییز مثلا فصل اول منه، بعد از اون الی آخر. پس این چهار تا فصل یه جوری که نمیتونیم بگیم این اوله بعد اون دومه اون سومه و اون چهارمه. پس چون نمیتونیم اینا رو یه اوردری براش بذاریم یه ترتیبی براشون بذاریم، میگیم اینا داده های نومینال هستن. مثلا یه مثال دیگه داده اوردینال چیه؟ ریتینگ یور میل، یعنی غذا تو مثلا رفتیم توی رستوران غذا خوردیم، بعد در پایان این غذا خوردن مدیر رستوران از ما خواسته که بیا یک مثلا پرسشنامه پر کن راجبه یه ریت بده، ما یه امتیاز بده از غذاهای ما، بعد این اومده مثلا به 4-5 قسمت تبدیل کرده، مثلا غذا خوبه، غذا بده، غذا خیلی بده، غذا مثلا همینجوری. به اینها میگن داده‌های اوردینال، چون شما میتونی دقیقاً از یه ریت خیلی خوب تا یه ریت خیلی بد یا خیلی بد تا خیلی خوب اینا رو مرتب کنی. پس اینا میشن داده‌های کوالیتیتیو، یعنی داده‌های کیفی که به دو صورت هستن، یکی نومینال، نومینال‌ها یعنی هیچ اوردری نمیتونی براشون قائل بشی، یکی اوردینال، تو اوردینال ها شما میتونی برای اینها اوردر یا لول قائل بشی. اما کوانتیتیتیو ها چی هستن؟ کوانتیتیتیو ها نمیشه there are two quantitative levels. ما کوانتیتیتیو ها همونطور که از اسمشون مشخصه اینا measurement ها یعنی مقیاس های کمی هستن، یعنی عددی هستن. اما interval ratio فرقشون چیه؟ میگه که they both represent numbers، یعنی هر دوتا اعداد نشون میده، ولی ratio یه zero واقعی داره، have a true zero، اما interval ها zero واقعی نداره. یعنی چی؟ یه مثال از interval ها که zero واقعی نداره، مثلا درجه حرارت سلسیوس میگن صفر واقعی نداره، پس اینو میان طبقه بندی میکنن تو داده های کوانتیتیتیو یا اون لول اف میجرمنت های کوانتیتیتیو که اینتروال هست، یعنی زیروی نداره. اما ریشیو مثلا میگن به عنوان مثال طول، این لنگس که اینجا میبینی طول، ما میدونیم یه سری چیزایی هستن که طولشون صفر هیچ طولی ندارن، پس چون تو بحث طول ما یک زیروی واقعی صفر واقعی داریم، پس میگیم که لنگس توی دسته ریشیو قرار میگیره که ریشیو خودش یک جزء level of measurement های quantitative هست. خب اما خب حالا ببینید اینا رو دونستیم، حالا میپردازیم به بحث representationشون، یعنی نمایش این داده ها، representation of categorical variables. حالا ما فهمیدیم که
متغیرهای کاتگوریکال به چه صورت هستن. ما میخوام اینا رو نمایش بدیم. اینا رو به چند صورت نمایش میدم؟ به چهار صورت عمده. یکی با استفاده از جدول فریکونسی دیستریبیوشن، یعنی جدول پراکندگی، یکی توسط بار چارت ها هست، یکی توسط پای چارت ها هست. این پای چارت ها مثلا تو استاک مارکت ها اینا مثلا میخوام ببینن هر کسی چقدر سهم برده تو این، با این پای چارت ها خیلی راحت اینو نمایش میدن. یکی پارتو دیاگرام ها هست. این پارتو دیاگرام ها اینا پارتو دیاگرام ها خیلی شبیه بار چارت ها هستن، فقط یه فرق داره که حالا جلوتر نمیدونم این جلسه یا جلسه بعدی راجع بهشون براتون صحبت خواهم کرد. یعنی مثال میزنم براتون که ببینید. خب اینا هم ببین تو این اسلاید میاد هر کدوم از اینها، فریکونسی دیستریبیوشن تیبل، بار چارت و تا آخر پارتو دیاگرامو خیلی مختصر مفید اینجا تعریف میکنه. مثلا نوشته که فریکونسی دیستریبیوشن شو د کاتگوری اند ایتس کورسپوندینگ ابسولوت فریکونسی، یعنی اون خود اسم کاتگوری نشون میده، مثلا اودی، بی ام دبلیو و مرسدیز، و اینجا هم فریکونسیشون نشون میده. مثلا تو این دسته دیتای ما 124 تا اودی وجود داره، 98 تا بی ام دبلیو وجود داره و 113 تا مرسدس وجود داره. بار چارت ها به چه صورت هستن؟ بار چارت ها هم تقریبا همینطور. پای چارت ها چجوره؟ پای چارت ها همونطور که تو شکل میبینید معمولا برای نشون دادن سهم ها بیشتر از پای چارت ها استفاده میکنن. این هم میشه نمایش پارتو دیاگرامه. پارتو دیاگرام یه آیتم دیگه به غیر از بار چارت ها داره، اینی که سمت راستش یه پرسنت میبینید از 0% تا 100% مشخص شده. این خط نارنجیه یه جوری اون cumulative frequency رو نشون میده، یعنی اون پراکندگی تجمعی بهش میگن اگه اشتباه نکنم. حالا تو مثال جلوتر بهتون نشون میدم. الان اینجا این شکلش خیلی جالب نیفتاده. خب ببین پس تا اینجا ما چه چیزایی گفتیم؟ ABC کارمون به چه صورت بود؟ اول راجع به population صحبت کردیم، بعد راجع به sample، بعد types of the variable ها یعنی انواع متغیرها رو گفتیم، بعد measurement levels ها رو راجع به صحبت کردیم، بعد یکم راجع به graph and tables ها صحبت کردیم. خب حالا میپردازیم میرسیم به بحث اصلی. یکی از چیزهای خیلی مهم تو آمار توصیفی یا اصلا کلا تحلیل داده ها بحث سه تا آیتم هست به نام های مین، میدین و مود که توی سلاید بعدی تعریف میکنه. به اینا میگه measures of center tendency. این center tendency یعنی یه جورایی میاد یه مقیاسی برای سنجش این وسط داده ها تقریبا به دست میده برای ما. ببینیم اون وسط دیتا داره چه اتفاقی میفته، به این میگه measures of center tendency. خب اما تعریفش هم به چه صورته؟ ببین مین میشه در واقع همون میانگین اون دیتایی که داریم، میشه میانگین دیتا. فرمولش به چه صورته؟ فرمولش میشه همه دیتا رو هم جمع کن تقسیم بر تعدادش کن، خیلی ساده. اما مین یه عیبی که داره easily affected by outliers، یعنی اون outlier ها خیلی مقدار مین رو کم یا زیاد میکنن. پس یه میجر یا یه مقیاس خیلی خوبی هست ولی یه سری عیب هم داره. عیبش هم اینه که این اوتلایر ها خیلی تاثیر میذاره رو مین. اما میدین چیه؟ میدین میشه مید پوینت یه سری. به ما یه سری دیتا داریم، اینا رو میام اوردر میکنیم، یعنی بحث به کوچکترین به بزرگترین، بعد اون نقطه وسطیشو بهش میگم میدین. و وقتی اون نقطه وسطی مثلا وجود نداشته باشه، میام اون دو تا داده وسطو میگیریم، یه حالت ان بالای تقسیم بر دو انجام میدیم. و حالا تو مثال بعدی که مثال عددی هست اینو دقیقاً بهتون توضیح میدم و یه عددی به دست میاد، اون میگن میدین. خب اینجا هم نوشته if this position is not a whole number. whole number یعنی هم یه عدد صحیح اگه نباشه. the median is sample average of the two numbers. این چیزی که گفتم اینجا تو این پاراگراف آخری این توضیح داده بهتون. خب این خوبی میدین اینه که that since it's not affected by outliers، یعنی outlier ها خیلی نمیتونن رو میدین تأثیر بذارن، برای همین یه شاخص خیلی خوبی هست برای اینکه ما ببینیم مثلا دیتا چه خبره. و اما مود چی هست؟ مود میاد تعداد the mode is the value that occurs most often. به مثلا شما فرض کن یه دیتا ست داری، سری فریکونسی برای ما اینجا ردیف شده. مود چیه؟ مود اون فریکونسی که بیشتر از همه تکرار شده. پس مود اون فریکونسی هست که بیشتر از همه تکرار شده. اینم به نظرم مثلا عددی ببینیم بهتره، اینجا بیشتر وقت نذاریمش. خب ما
همون مثال عددی که میگفتم به شما اینجا هست. ببین اینجا من میخوام مین میدین مود، اینا مال اکسل بوده، من حالا عکس گرفتم ازش دیگه، به نظر من بهتره که تا بخوام بریم تو اکسل اینا رو ببینیم برگردیم. ما اینجا دو تا دیتا داریم از دو تا شهر، یکی نیویورک سیتی و یکی لس آنجلس. اینجا قیمت پیتزا پرایسز اگزمپل رو میبینید، مثلا این توی 11 تا پوزیشن یا 11 تا محله مثلا از دو تا شهر اومدن رفتن قیمت پیتزا رو به دست آوردن. مثلا این از کمترین، مثلا پایین شهر 1 دلار، بالا شهر 66 دلار، لس آنجلس پایین شهر 1 دلار، بالا شهر مثلا 10 دلار هست. خب من میخوام میانگین قیمت پیتزا رو به دست بیارم تو نیویورک، میشه 11 دلار. این 11 دلار رو چجوری به دست میاره؟ تمام این اعدادی که تو این ستون نیویورک، این اعدادی که میبینی تو این ستون وسط، اینو جمع میکنه، تقسیم بر 11 میکنه، به عدد 11 میرسه، میشه میانگین قیمت پیتزا در نیویورک. اما در لس آنجلس میانگین قیمت چقدره؟ میانگین قیمت هست 5.5. اما ببینید بین 5.5 تا 11 فرق خیلی زیادی هست. این فرق معناداری هست. یکی از علتاش اینه که ببین اینجا تو نیویورک اگه دقت کنید تو بالا شهر قیمت پیتزا چند دلاره؟ 66 دلاره. به این میگن یه اوتلایر. اگه یادتون باشه گفتم بهتون که مین یا میانگین یه عیبی که داره اینه که اوتلایرها یا اون چیزایی که خیلی بیرون یا خیلی رفتارشون عجیب تره نسبت به بقیه اجزای دیتا، خیلی روی آنالیز ما تاثیر میذاره. الان 66 خیلی داره تاثیر منفی میذاره روی میانگین نیویورک سیتی. خب پس به این دلیل مین که یکم اختلاف دو تا شهر خیلی زیاده، پس میان یه پله پایین‌تر، میان میگن میدینش رو به دست بیاریم. میدینش که بخوام به دست بیارن، ببین دادا خودش اوردر شده، یعنی از کوچکترین به بزرگترین اوردر شده. وسطشون میشه داده شماره چندم، داده شماره 6 که مقدارش هست چند، اینجا میشه 6. پس میگن میدین نیویورک سیتی، میدین قیمت پیتزا میشه 6 دلار. اما در مورد لس آنجلس ببین ما 10 تا، این خودش عدد زوجه، اون وسطش رو چجوری به دست میاریم؟ این داده شو، این 5 و 6 رو که میبینید میشه وسطشون تقریبا، میایم این دو تا رو جمع میکنیم، تقسیم بر 2 میکنیم، 6 به علاوه 5 11 تقسیم بر 2 میشه 5.5. میدین لس آنجلس رو اینجوری به دست میارن. ببین الان اختلاف میدین توی نیویورک و لس آنجلس فقط شد نیم دلار، اختلاف خیلی کمتر شد. این یکی از دلایلی که اون اوتلایرها روی میدین تاثیر نمیذارن توی مثال دقیقاً میبینیم. و اما مود، الان ما عدد 3 توی این ستون نیویورک سیتی یه بار اینجا ظاهر شده. ببخشید رفتیم ستون بعدی، رفتیم اسلاید بعدی. عدد 3 یه بار اینجا ظاهر شده تو پوزیشن 3، یه بار تو پوزیشن 4 ظاهر شده. دیگه چیز عددی نداریم که تکرار شده باشه. پس میگن مود نیویورک سیتی میشه 3 دلار. این 3 دلار اینجا نوشته. اما تو لس آنجلس ببینید هیچ عددی تکرار نشده. مود اصلا مودشو خالی گذاشته. مود میتونن هیچ چیز نباشه، صفر یا خالی باشه. بله میتونیم مثلا مود نداشته باشه. پس این شد 3 تا مثال از 3 تا مقدار مین میدنن مود به صورت عددی نشون دادیم. اما سوال اینجاست کدوم یکی از این سه تا میجر یا مقیاس از همه بهتره؟ جواب اینه که هیچ کدوم از بقیه بهتر نیست. اینا یک مجموعه هستن که همدیگه رو کامل میکنن. There is no best but using only one is definitely the worst. یعنی که فقط از یکی استفاده کنیم قطعا بدترین حالت آنالیز برای یک کسی که داره کار تحلیل دیتا انجام میده. خب بحث بعدی اسکیونس، سمپل اسکیونس فرمولا. اسکیونس یعنی کجی یا تمایل، اگه اشتباه نکنم. این فرمولش که حالا فرمولش رو ببینید، حالا فرمولش خیلی مهم نیست چون همه اینا رو شما وقتی وارد کار میشید خیلی راحت توی پایتون با یه خط کد یا توی اکسل با چند تا کلیک راحت میتونید هر دیتایی داشته باشید خیلی راحت اسکیونس شو به دست بیارید یا خیلی ساده شو. ببین اسکیونس تعریفش چی میشه؟ میگه اسکیونس یه مقیاسیه که ایسیمتری رو نشون میده، یعنی نامتقارن بودن رو نشون میده. نشون میده که داده ها، اون اوتلایر های ما کجای داده هستن، ابتدای داده ما هستن، سمت چپ هستن، وسط هستن. اوتلایر ها یا میتونن سمت راست باشن آخر یا ابتدا سمت چپ. Then right positive right یا positive skewness looks like the one in the graph. یعنی این چیزی که تو این مثالی که میبینید اینجا، اگر outlier ها سمت راست قرار داشته باشن، ما میگیم که داده های ما right skewness دارن، یعنی skewnessشون سمت راست هست. ببین الان اینجا outlier ها اومدن سمت راست.
اما اگر این مثلا این کوهانه بیاد اینجا اتوار هر سمت چپ باشن، بهش میگن که داده های ما لفت اسکیونس دارن. خب تو مثال بعدی، باز من مثال عددی اینجا دارم براتون، اما اینجا دقت کنید. خب ببینید، اگر مین از میدین بزرگتر باشه ما رایت اسکیونس داریم، و اگر برعکس باشه لفت اسکیونس داریم. اینو تو مثال بعدی خیلی بهتر میبینیم. ببینید ما اینجا سه تا داده عددی داریم. مین اولی شده 2.79، میدین شده 2. الان اینجا مین از میدین بزرگتر هست، پس چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که اگر بخوایم شکلشو برای این تیبل، این جدولی که امالا رسم کنید، میبینید که یک رایت اسکیونس داریم، یعنی اوتلایر های ما سمت راست هستن. اما حالت وسطی مین میدین مود هر سه تا با هم برابرن، پس این را تقریبا یه تی استیودنت، یعنی یه نرماله که یکم تیلاش کلوفتره، یه اینجا هم نوشته زیرو اسکیو. اما این مثال سمت راستیه، توی حالت مین از میدین کوچیکتره، یعنی مین 4.9، میدین 5. این حالت رخ میده، این حالت رو بهش میگن left skewness، یعنی outlier ها میان سمت چپ قرار میگیرن. خب ببینید، پس اینم شد skewness، بحث تمایل یا کجی. میرسیم به بحث variance. هم خیلی چیز مهمی است توی دیتا انالیسیس یا تحلیل دیتا ها. اما واریانس خیلی ساده اگه بخوایم بگیم چی هست، واریانس میشه یه مقیاسی برای میزان پراکندگی نقاط دیتا ما هولوش میانگین. یه لحظه اجازه بدید. خب ببخشید، خب بچه واریانس داشتم میگفتم. ببین واریانس یه مقیاسیه که میاد میزان پراکندگی نقاط دیتا مون رو نسبت میانگین محاسبه میکنه. واریانس خیلی چیز مهمیه. ببین واریانس دو تا فرمول داره برای پاپولیشن. اگه بخوایم از پاپولیشن واریانس بگیریم، همونجور که میبینید با توجه به این شکل میشه سامیشن ایکس آی من های مو میشه میانگین همون جامعه یا پاپولیشن ما به توان 2. این توان 2 اینجا خیلی های اهمیته، تقسیم بر کل نقاط پاپولیشن. و اگر بخوام راجع به سمپل واریانس بگیریم، یعنی از یه سمپلی از یه سمپل داریم بخوام از اون واریانس بگیریم، مخرج تعداد کل سمپل ها نمیشه، یه دونه کمتر، یعنی n من ها یک. حالا یه دلیلی داره که حالا جلوتر یا بهتون میگم یا در آینده نزدیک خودتون انشالله اینها رو خواهید فهمید. این x بار هم میشه میانگین سمپل ما. خب ببین اون توان دو تا خاصیت برای ما داره. یکی که وقتی ما فاصله نقاط رو نسبت به میانگی میام به توان 2 میرسونیم، یعنی توی اون کسری که داریم توی صورت همیشه ما یه سری اعداد چی داریم؟ نان نگاتیو، یعنی پازیتیو یا مثبت داریم. اینا اعداد مثبت رو نمیتونیم حذف کنیم، یعنی نمیتونیم بگیم یکی مثبت یکی منفی. مثلا منفی 4 و مثبت 4 توی عبارت اینا کنسل اوت میشن، یعنی حذف میشن با هم. ولی وقتی ما توی فرم واریانس یه چیزی کلا به توان 2 رسیده، نمیتونیم دو تا تفاضل رو بیان با هم حذف کنیم. پس یکی خاصیتش اینه. یکی که مثلا اگر یکی از دیتاها فاصلهش تا میانگین زیاد بشه، اینو امپلیفای میکنی، یعنی یه روند یک حالت شدت دهنده داره، یعنی میاد شدت این تفاضل فاصله اون نقطه تا میانگین رو یکم شدتش رو بیشتر میکنه که اثرش بیشتر بشه، بگم واریانس یا میزان پراکندگی بیشتره. خب تو این تصویرم فرمول های واریانس رو میبینید، یه بار دیگه اینجا نوشتم براتون. و البته یه چیز دیگه هم اینجا هست به اسم استاندارد دیویشن. استاندارد دیویشن هم همون واریانسه که ازش چی میگیم؟ رادیکال میگیریم. استاندارد دیویشن هم همونطور که تو حالت ما برای واریانس دو تا حالت داریم، یکی واریانس برای سمپل، یکی واریانس برای پاپولیشن، برای استاندارد دیویشن هم ما دو تا حالت داریم، یکی استاندارد دیویشن برای سمپل، اونی که این تو خط سوم میبینید، یکی استاندارد دیویشن برای پاپولیشن. پس هم از اون واریانس میام یه رادیکال میگیریم به استاندارد دیویشن میرسیم. استاندارد دیویشن حالا جلوتر راجبش بهتون میگم مزیتش یا معایبش نسبت واریانس چی هست. خب
ببینید اینجا یه مثال عددی ببینیم راجع به واریانس استاندارد دیوییشن، و یه چیز دیگه هم، یه آیتم دیگه هم اینجا اضافه میشه به اسم کوفیشن آف واریشن، یعنی ضریب واریانس یا ضریب پراکندگی، میزان پراکندگی. ببینید خود واریانس چون یادتون باشه تو فرمولش یه توان دو ظاهر میشد، ما هر واحدی که مثلا داریم یه چیز رو محاسبه میکنیم واحدش دلاره، واریانس پس واحدش میشه دلار به توان دو. استاندارد دیوییشن چون از واریانس میام رادیکال میگیریم، اگر مثلا از همون دیتای قبلی که بر حسب دلار بوده بخوایم واحد استاندارد دیوییشن رو بسنجیم، واحدش میشه دلار، دلار یا دلار. اما کوفیشن اف واریشن چیه؟ کوفیشن اف واریشن میاد استاندارد دیوییشن رو تقسیم بر مین میکنه. این کار باعث میشه که ما به یک میجر یا مقیاسی برسیم که واحد نداشته باشه. واحد نداشته باشه یعنی چی؟ توی این مثال میبینیم. ببین شما فرض کنید که این قیمت پیتزا رو، قیمت پیتزا پرایس اگزمپل رو، ما اومدیم توی شهر نیویورک بر مبنای دو تا واحد پولی سنجیدیم، یکی دلار، یکی پسوس. پسوس واحد پول مکزیک است. مکزیکو امریکا مرز مشترک زیادی دارن، اینا خیلی وقتا این واحد پولی ها خیلی رد و بدل میشه با هم. ببین هر یه دلار 18.81 پسوی مکزیک است. خب ببین ما پس این ستون سمت راستی اون میشه قیمت پیتزا توی نیویورک بر مبنای دلار، سمت راستی میشه قیمت پیتزا دوباره تو نیویورک منتها بر مبنای پسوس. حالا میام از اینا، از این دو تا ردیف دیتا یه بار میانگین میگیریم، یه بار واریانس، یه بار استاندارد دیوییشن، یه بار کوفیشن اف واریشن میگیریم، ببینیم فرقشون چیه. ببین میانگین اینو قبلا هم حساب کردیم، میشه 5.5 برابر دلار. اینجا واحد میبینید، الان میانگین واحد داره 5.5 دلار، این که میبینید اینجا. اما میانگی برابر پسوس میشه 103.46 پسوس، مکزیکن پسوس، این تو این ستون میبینید. اما واریانس ای بخوام بگیریم، واریانس با توجه فرمولی که دیدی تو اسلاید قبلی، یه سری محاسبه خیلی ساده است میگم، اینا رو تو اکسل خیلی راحت میتونید به دست بیارید، میشه 10.72. اما اینجا واریانس دقت کنید که واحدش دلار به توان 2 هست، دلار به توان 2. اما واریانس بر مبنای پسوس میشه چی؟ 3.3793.62. پس این واریانس بر مبنای پسوس میشه. خب استاندارد دیوییشنش میشه چی؟ یعنی از همین اعداد تو ردیف دوم میام رادیکال بگیریم. اما دقت کنید که اعداد تو ردیف سوم، الان این قسمت اولی مبناش دلار هست، یعنی دیگه دلار به توان 2 نیست، این قسمت دومی هم پسوس یعنی دیگه پسوس به توان 2 نیست، MXN. اما کوفیشن اف واریشن اینا چیه؟ ببین الان استاندارد دیوییشن برمان دلار میشه 3.27، اما استاندارد دیوییشن برمان پسوس میشه 61.59. اما کوفیشن آف وریشن بر مبنای دلار میشه 0.6. هیچ واحدی هم این سمت چپش ننوشه، یعنی از بدون واحده. کوفیشن آف وریشن بر مبنای پسوس هم میشه 0.6. ببین این دقیقا دیگه توی حالت اول دوم اصلا واحد نداره. خب این چه مزیتی داره؟ نوشته does not have a unit of measurement، یعنی این coefficient of variation اولا که unit of measurement نداره، خیلی universal across data set، یعنی ما چه بر مبنای دلار بریم چه بر مبنای پسوس، coefficient of variation ما به یه عدد واحد باید برسیم، خوبیش اینه. اما در مورد standard deviation of variance میبینید که ما هر بار به یه عدد خاصی رسیدیم. اما این coefficient of variation یه خاصیت دیگه هم داره که برای comparison یا مقایسه خیلی perfect یا عالی هست. جلوتر توی مثال‌های خیلی پرکتیکال یا تنجیبل‌تر، یعنی ملموس‌تر، اینو بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. خب یه چیز دیگه هم داریم به نام کوواریانس اند کورلیشن، این آخرین بحثی که توی این جلسه داریم. کوواریانس چیه؟ ما این مین میدیان مود، چیزایی که تو الان دیدیم اینا همه راجب یه متغیر بود. حالا کوواریانس اند کورلیشن میاد یه جورایی میگه covariance is a measure of joint variability of two variables، یعنی میاد میزان این که دو تا متغیر چقدر به هم وابسته هستن یا نیستن رو برای ما میسنجه. covariance correlation خیلی شبیه به هم هستن. الان بهشون فرمولاش که به این صورته، این میشه فرمول covariance، این تو بالایی برای sample هست، برای population دوباره مثل هم variance
که به این تقسیماش به این مخرجش دقت کنیم، توی یکی NMN هایی که توی یکی N. اما correlation ببین همون covariance رو میایم تقسیم بر SAX و SY میکنم. SAX SY میشه چی؟ SAX و Y اون چیزی که اینجا تو فرم میبینیم. SAX هم میشه همون variance ما. SAX میشه variance X، SY میشه variance Y. اینجا یکم نماداش با اون چیزی که قبلا استفاده کردیم فرق میکنه، ولی کلا تک دیز یعنی سخت نگیرید، اینا همش بنگر یه چیزی هست. این دوتا هم correlation هم دقت کنید، هم یه دونه sample correlation formula داریم، یکی یعنی برای sample، یکی هم برای population. به این دوتا دقت کنید. خب اما به covariance، حالا این سه تا نکته خیلی مهمه. اگر کوواریانس دو تا متغیر پوزیتیو باشه، میگیم دو تا متغیر در یک راستا حرکت میکنن، یعنی اگه یکی زیاد بشه مقدارش دومی هم زیاد میشه. اگر کوواریانس دو تا متغیر 0 یا 0 باشه، میگن اینا ایندیپندنتن، یعنی هیچ ربطی به هم ندارن یا مستقلن. دیپندنت میشه وابسته، ایندیپندنت میشه مستقل. ا نگاتیو کوواریانس یعنی کوواریانس منفی، نشون دهنده این که این دو تا متغیر دارن اپوزیت دایرکشن میرن، یعنی یکی اگه زیاد بشه دومی کم میشه یا برعکس، اولی کم بشه دومی زیاد میشه. اما کورلیشن فرقش با کوواریانس اینه که یه مقداری استاندارد شده است انگار، یعنی بین منفی یک تا مثبت یک هست، و اگر دو تا متغیر کورلیشنشون یک باشه، اینا پرفکت پوزیتیو کورلیشن دارن، یعنی خیلی به هم همبستن و تو حالت صفر و منفی یک هم به همین صورت. حالا دو تا مثال ببینیم. ببینیم مثال اینجا راجب قیمت یه خونه هست. حالا خیلی دیتاست بزرگ نیست، ولی فقط بخواد نشون بده که سایز و پرایس. ببین یکی سایز برنامه فیت از یه سری چند تا خونه رو اومده لیست کرده، یکم پرایس یا قیمتشون. بعد توی اومده توی جدول اینو توی نمودار، ببخشید نمودار، اینو کشیده به این سایز. نقاط آبی که میبینید میزان این اون اومده اون جدول سایز اند پرایس رو اینجا ترسیم کرده. بعد این فلشه که نارنجی که اینجا میبینید، ببین اینجا به این نتیجه میرسه که هرچی سایز خونه بیشتر باشه پرایسش هم بیشتر میشه. خب این چیز منطقی هست. ببین اینجا یه نتیجه میگیره، میگه two variables are correlated and the main statistic to measure this correlation is called covariance. میگه که اینجا این دوتا یکی داره زیاد میشه دومی هم زیاد میشه، پس قطعا اینا باید کووریانس یا کورلیشنشون پوزیتیو باشه، یعنی به سمت یک، یا کورلیشنشون به سمت یک نزدیک یک باید باشه، یا از صفر بزرگتر، یا کووریانسش هم یه عدد مثبته. 100% باید این اتفاق بیفته. خب یه بار دیگه اون چیز رو اینجا نوشتم براتون، سمپل فرمولا برای کووریانس. یکی این حالت سمپلشه، یکی پاپولیشنشه. اینم یه بار دیگه اون تحلیل رو نوشتیم. کووریانس یه sense of direction میده، یعنی به ما یه حال یک حس sense of direction، یعنی میشه، یعنی اینکه دوتا متغیر دارن به چه جهت به چه سمتی حرکت میکنن. اگر مثبت باشه میگن two variables move together، یعنی با هم حرکت میکنن. اگر نگاتیو باشه اینا این opposite direction میرن، یعنی که مثلا بالا میره یکی پایین میره، یعنی که زیاد میشه یکی کم میشه. and zero هم که باشه، یعنی zero یا صفر هم که باشه، اینا independentن، یعنی مستقلن. اما دو تا استاد دیگه تمام میشه. ببین تو این استاد خیلی جالب راجع به یه مثال میبینیم از کورلیشن دو تا متغیری که کورلیشن زیرو دارن. ببین یکی قیمت کافی تو برزیله، یکی قیمت خونه تو لندنه. ببین اصلا امکان داره که قیمت کافه اگه تو برزیل مثلا زیاد بشه قیمت خونه تو لندن کم بشه، یا برعکس، یعنی قیمت کافه تو برزیل کم بشه قیمت کافی تو برزیل کم بشه قیمت خونه بره بالا، یا قیمت کافه بره بالا قیمت خونه تو لندن بیاد پایین؟ نه، اصلا هیچ وقت تو تاریخ این اتفاق نیفتاده. اصلا قیمت کافی به قیمت هاوس یا خونه، مخصوصا تو دو تا کشور، یکی برزیلی که مثلا توی قاره دیگه، یکی توی قاره دیگه، هیچ ربطی نداره. پس میگن این دو تا متغیر قیمت کافی و قیمت خونه توی لندن، اینا کورلیشنشون 100% میشه زیرو، یعنی چون اصلا ایندیپندنتن، هیچ ربطی به هم ندارن. اما در مقابل این یه مثالی از نگاتیو کورلیشن ببینیم. به ما قیمت آیس کریم یا میزان فروش آیس کریم یا بستنی توی شهر با میزان فروش چتر توی شهر، اینا با هم ارتباط داره.
ببین هر چی میزان فروش آیس کریم کمتر بشه، یعنی که ما الان توی ماه سرد، توی فصل سرد قرار داریم، توی فصل سرد میزان برف و بارون زیاده، پس بارندگی زیاده، میزان فروش چتر زیاد میشه. و برعکس هر چی میزان فروش بستنی زیادتر بشه، یعنی این تعبیرش 100% این چیز منطقی رو میگه که انگار فصل گرمه، بارندگی کمتره، میزان فروش چتر کمتر میشه. پس میزان فروش بستنی با میزان فروش چتر دقیقاً توی اون کشور، توی اون شهر، توی اون محدوده، اینا نگاتیو کورلیشن داره، یعنی در خلاف جهت هم حرکت میکنن. خب ممنونم که تا اینجا همراه بودید با بنده. توی ویدیو بعدی انشالله میام دوباره یه فایل اکسل، یه شیت اکسل، یه اکسل شیت براتون تهیه کردم، روی اونها میام صحبت میکنیم که چرا ما نیاز داریم تایپس آف دیتا رو بدونیم، لیول آف میجرمنت ها رو بدونیم، و این چیزهایی که اینجا خوندیم رو تو اون بررسی میکنیم. تو اون ویدیو بعدی چند تا چیز خیلی جالبه که من خودم خیلی به قول معروف حال میکنم باهاش، امیدوارم که برای شما هم مفید باشه، شما هم باهاش حال کنید. پس تا ویدیو بعد، تا جلسه بعد، موفق باشید، خدا نگهدار شما.